الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران وخاران عزيز در الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنده باز هم خوشحال هستم که در خدمت شما ایزان قرار دارم و به سلسله برنامه های قبلی ما که از شرح سنن ابو داود بود، این برنامه را هم به پیش میبرم. البته قسمت هفتمش که حدیث شماره 9 بود او را ما شرح کردیم و آل قسمت هشتم است که حدیث شماره 10 و 11 است که دو حدیث میخواییم که امروز به شرح بگیریم. با امید که ویدیو قبلی دیده باشین و خوشتان آمده باشه و همچنان فراموش نکرده باشین که شریک ساخته باشین تماما ویدیوها را و کسایی که تازه به کانال ما پیوستن، از اونها هم تقاضا میکنیم که این کانال را حمایت کنن و با لایک ها و سابسکرایب های خود و همچنان ویدیوهایش را کوشش کنن که شریک بسازن تا شما هم نه تنها که بیننده باشین، نه تنهایی که خودتان علمیت حاصل کنین، بلکه دیگران هم در این خیر شریک بسازین و بر خودتان هم یک صدقه جاریه شوه. پس شما را معطل نمیگذارم بیشتر از این و رجوع میکنیم به کتاب سنن ابو داود که ما حدیث به شما به خوانش میگیرم و در روی صفحه هم برتان میندازم با امید که شما هم خواندنش یاد بگیرین و هم ترجمه معنایش و هم شرح حال راویش. حدیث دهم ما بر شما او را میخوانم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابي زيد عن معقل ابن ابي معقل الاسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غائط. قال ابو داود وابو زيد هو مولى بني ثعلبة. بله دوستای عزیز، قسمی که حدیث بر شما خواندم در اینجا روایت است که عن معقل ابن ابی معقل الاسدی قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غائط. یعنی معقل ابن ابی معقل الاسدی میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کرده از اینکه انسان رخ دور بته در انگام قضای حاجت، اگر ادرار کنه آدم یا مدفوع کنه، به طرف قبلتین، یعنی دو قبله مسلمان ها، که یکی مسجد حرام بود و دیگه هم بیت المقدس که در اول در صحیح البخاری میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به طرف بیت المقدس 16 و یا 17 ماه نماز خواندن، بعد باز به طرف کعبه رخ دور دادن. وقال ابو داود رحمه الله و ابو زید هو مولا بنی ثعلبه. ابو زید در این حدیث، یعنی ما که وقت امی اسنادش حالا بر شما بگیم، این شخص مجهول است. ما نال میاییم سرمو راویش که راویه این حدیث کی ها هستن. البته راوی اولش کس موسی ابن اسماعیل است. راوی اولش موسی ابن اسماعیل التبوذکی، ایشان البصری، ایشان ثقه هستن و از ایشان اصحاب کتب سته روایت کرده و در بصره در ماه رجب سال 223 هجری وفات کردن. و راوی دومش وهیب است. حدثنا وهيب، وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي ابو بكر البصري، که از ایشان هم اصحاب کتب سته روایت کرده و امام بخاری رحمه الله میگه که قال احمد ابن حنبل که امام احمد ابن حنبل میگه که در 58 سالگی ایشان چی کرده؟ وفات کردن، البته در سال 165 هجری. وحافظ ابن حجر
رحمه الله میگه که ایشان ثقه هستند، اما در اخیر عمر خود کمی چی کرده بودند؟ کمی تغییر کرده بودند. راوی سیومش است عمرو بن یحیی. عمرو بن یحیی ای هم المازنی، الانصاری، المدنی، از ثقات مدینه هستند و از استادان مدینه هستند. البته عثمان ابن سعید الدارمی رحمه الله از یحیی ابن معین که ایشان هم یکی از محدثین نامدار جهان اسلام هستند روایت میکنه که امی عمرو بن یحیی لیس بالقوی. یعنی اینجا عبارات باید آدم متوجه باشه که لیس بالقوی یعنی به او اندازه که ثقه باشه ثقه نیست، اما لیس بقوی اگر می بود به این معنی که ضعیف است. چی است؟ ضعیف است. اما اینجا گفته شده که لیس بالقوی یعنی به او اندازه که ثقه باید باشه نیست. مگر در کل اگر ما محدثین دیگر نظر شه بالای عمرو بن یحیی بگیریم، باز ایشان ثقه دانستند و از ایشان نیز اصحاب کتب سته روایت کرده، در سال 140 هجری وفات کرده. دیگه یحیی بن معین هم یکی از محدثین زبردست اسلام هستند. مگر در کل اگر ما یعنی نظرات محدثین دیگر بالای عمرو بن یحیی بگیریم، باز همه ایشان وقتی که نظر میتن ما به این نتیجه میرسیم که ایشان ثقه هستند. اما یک انتقادی اساس یحیی بن معین که گفته لیس بالقوی یعنی به او اندازه که باید ثقه باشه ثقه نیستند. و راوی چهارمش است ابو زید. ابو زید مولا بنی ثعلبه گفته شده که اسمش ولید است و اما ایشان مجهول هستند، یعنی یک شخص ناشناخته هستند، کسی نشناخته شده، هویتشان ناشناخته هستند. و از ایشان حدیث ابو داود رحمه الله و امام ابن ماجه رحمه الله روایت کردند. ایشان چی هستند؟ مجهول هستند، یعنی مجهول الهویت هستند. و راوی پنجمش که است معقل ابن ابی معقل الاسدی است. این صحابه جلیل است که در زمان معاویه رضی الله عنه وفات کرده. از ایشان هم ابو داود رحمه الله و نسائی و ابن ماجه رحمه الله روایت کرده. یعنی یک سخن دیگر هم اینجا براتون بگویم، وقتی که نام صحابه میه ما نیاز به این نداریم که بگویم که چی است، بگویم که ثقه است، به خاطر وقتی که میگیم صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه ما ضرورت نداریم پس به تعقیب نام صحابه بگویم که ثقه هستند. اگر دیگران مثلا از صحابه که پایین میاد تابعین تبع تابعین و دیگه محدثین نه، باز حال و احوالشان یعنی شرح حالشان باید دیده شد و گفته شد که ثقه بودن یا نبودن. اما صحابه باز به این چیز نیاز نداره. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون خاطر وقتی که میگیم که صحابه جلیل رسول الله صلی الله علیه و قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند دیگه گپ حل میشه. دیگه اونا به این نیاز ندارن که به تعقیب نامشان بیه که ثقه هستند. و میریم به طرف حدیث 11. اسناد این حدیث بنابر حالت ابو زید که مجهول هستن ضعیف می باشه. و همچنان این حدیث اگر ما بریم سعی کنیم امام ابن ماجه رحمه الله در کتاب طهاره به نمبر 319 این حدیث روایت کرده، همچنان از عمرو بن یحیی. و اگر در حدیث 11 بریم کوره هم بر شما بخوانش بگیرم، شما ببینینش در صفحه، ما بخوانش میگیرم. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا صفوان ابن عيسى عن الحسن ابن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى،
إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين قبلة شيء يسترك فلا بأس. بله دوست عزیز، حدیث بر شما خواندم و امو راوی اخیرش از مروان الاسفر است که روایت شده، میگه که ابن عمر رضی الله عنهما را دیدم که شطر خدا رو به قبله خوابانده بود و پشت آن رو به قبله ادرار میکرد. می گفتم که ای ابو عبدالرحمن، مگر از این عمل نهی نشده است؟ یعنی از این عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم منع نکرده؟ گفت آره، این عمل یعنی نهی شده، مگر فقط برای فضای باز، یعنی در یک جای باز اگر انسان ادرار کنه در اونجا منع شده. اگر بین شما و قبله میگه چیزی باشه که شما را از قبله بپوشانه، هیچ کدام مشکلی نداره. یعنی منظور ابن عمر رضی الله عنهما همی است که یعنی بین شما و بین قبله، یعنی ما شطر خود اینجا در بین خود و بین قبله چی کردیم؟ ستره گرفتیم، از او خاطر کدام مشکل نداره، از او خاطر کدام مشکل نداره. بله دوست عزیز، و به طرف راوی های حدیث میریم که شرح حالشان بکنیم. راوی اولش است محمد ابن یحیی ابن فارس ابن عبدالله ابن خالد ابن فارس زهلی، که از ایشان بخاری رحمه الله، امام بخاری رحمه الله و اصحاب سنن اربعه روایت کرده و ثقه می باشند و در سال 258 هجری وفات کرده. راوی دومش است که صفوان ابن عیسی الزهری البصری القسام، کنیش ابو محمد است، در بصره در زمان خلافت عبدالله ابن هارون، در سال، نظر به تاریخ کبیر امام بخاری رحم الله، در سال 198 و یا هم گفتن که سال 200 هجری وفات کرده. از ایشان امام بخاری رحم الله در ادب المفرد روایت کرده تعلیقا، و همچنان امام مسلم رحم الله و اصحاب سنن روایت کردن و ثقه می باشن. راوی سیومش کس حسن ابن ذکوان است البصری، کنیش ابو سلم است، صدوق است، اشتباه میکرد و مدلس است، و از ایشان امام بخاری رحمه الله یک حدیث روایت کرده در کتاب الرقاق به نمبر 6566، و همچنان امام ابو داود رحمه الله حدیث که اینجا روی دست ماست، امام ابو داود رحمه الله روایت کرده، ترمذی و ابن ماجه رحمه الله همچنان روایت کردند، و اکثر محدثین ایشان ضعیف گفتند. راوی چهارمش مروان الاسفر است ابن خاقان، و همچنان سالم الاسفر بلش گفتن ثقه است، و از ایشان بخاری، امام بخاری رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، ابو داود، ترمذی روایت کردن. و میرسیم به راوی آخرش که راوی پنجم است، عبدالله ابن عمر است، یکی از عباد اربعه است. عباد اربعه بخاطر میگن که عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمرو و عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، اینا هستن، یعنی عباد اربعه برش میگن. و همچنان یکی از اشخاص افرادی است که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به شمار یعنی روایت کرده. از ما هفت شخصی را که ما بر شما قبلا معرفی کرده بودن که ابو هریره است، ابن عمر است، ابن عباس است، و همچنان ابو سعید است، انس است، جابر است، عایشه رضی الله عنها است، اینا هم هفت نفر هستن که به کثرت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کردن؟ روایت کردن، و یکیشان هم عبدالله ابن عمر است. و حدیث گفتیم که اسنادش چی است؟ ضعیف است، بنابر حالتی که حسن ابن ذکوان که قبلا شرح حالش بیشتر گذاشتانیم. دیگه دو حدیث از دویشان در سنن ابو داود که است ضعیف می باشن، و بالای دو حدیث کدام حجت قائم نمیشه. دیگه ای باب تمام شد، انشاءالله که در باب بعدی باز احادیث دیگر به شرح میگیریم. با امیدی که از این احادیث شما چیز آموخته باشین، از راویه شرح حال راویش و فهمیده باشین که دو حدیث ضعیف هست. یعنی اکثریت عزیزان ما را ببینین در ارتباط سنن وقتی که صحبت کنی، مثلا سنن ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه، دی
کتابا که در با مورد صحبت کنی یک حدیث بگوین یا یک جای بشنوان باز فکر میکنن کل احادیث وی چی هسته؟ صحیح هسته. یکی از برادرها بود، من یک قصه خود بر شما بکنم که همیشه امرای ما در دعوا بود، یکی از گروپ ها یک کس ما را علاوه کرده بود. خب یک حدیث آمد اونجا، ما گفتم که یه حدیث صحت نداره، اصلا ابو داود بود فکر میکنم. بازی برادر انتقاد کرد که خودت کی هستی و می که حدیث ضعیف است، امام ابو داود رحمه الله را روایت کرده. ما گفتم درست است روایت کرده، خو اینی دلیلش است بنابر حالت شرح حال فلانه راویشی ضعیف است. بس نه گفتی سنن که از کل احادیثش صحیح هسته. بازی این نفر هم مشناختم و ما را مشناختمش که خودش هم کتاب فروشی داشت. کتاب فروشی داشت، بعد یک روز تقدیرن مادم و کتاب فروشیش رفتم، میخواستم یک کتاب جستجو کنم. یعنی هدف ما هم چون یک چیز نبود که من در اونجا برم و امروی ازی کدام بحث و گفتگوی داشته باشم. ما که در اونجا رفتم برای که دیدی آمدم همراهیم میکرد پیش کتابا. خب من چشمم خورد به سنن ابو داود، سنن ابو داود گرفتم، گفتم قیمت ازی چند است؟ خب بر من نفهم 150 160 یورو گفت. گفتم تخریج شده است؟ شرح شده است؟ گفت نیاز به تخریج نداری، احادیثش کلش صحیح است. گفتم نه برادر عزیزم، گفتم همچنین یک چیز نیست. من نگفتم برش که خودت در صفحه واتساپ هم کتما جنجال کردی، اما گفتم این احادیث ازی شرح یعنی تخریج کار داره، دی صحیح است، حسن است، ضعیف است، دی کتاب دیگه یعنی امکان نداره که کل احادیث سنن ابو داود چی باشه؟ صحیح باشه. بازی نفر اشلا نه گفت که به تخریج نیاز نداره. خب ما هم کتاب چی گفتم چی رقم قناعت بتادم، کتاب یک دفعه باز کردم، کتاب داخلش باز کردم، دیدیم که کتاب تخریج شده، کتاب به انگلیسی بود تخریج شده بود. برش گفتم بیجا یک آمد پس، گفتم سایکو ببی، گفتم سایکو خود کتاب در کتاب خانه در کتاب فروشیت خودت داری؟ گفتم سایکو تخریج شده است. یکمی خواهد گفت سبحان الله، گفت ابو داود یعنی در این کتاب در کتاب سنن ابو داود حدیث ضعیف هم است. مفتم خب گفتن امی گپ ما امی است که در سنن احادیث ضعیف هم موجود است، شما کل ازیر نمیتونین که بگوین کل احادیث ازی صحیح است. گفتم سخن ما امی است. وزیر که دید یعنی اول دفعه است ما همچنین یک چیز رو متوجه میشم. دیگه عزیزان ما که ویدیوهای ما رو میبینن و الحمدلله که شما آگاه میشین که در سنن ابو داود احادیث ضعیف هم است و صحیح هم است و حسن هم است. شما ایره هم بر دیگرا برسانین تا او اشخاص افراد که بعض احادیث زیر ما کم گرفتن هم ایرقم و فکر میکنن کلش صحیح هست، بر اونا هم برسا و اونا رو تشویق کنین، دعوت کنین به صفحه ما تا ما ای احادیث که شرح میکنیم. یعنی نه تنها کتاب تهارت یعنی دیگه کتبش هم به شرح میگیریم، احادیث زیر یک دفعه ببینن و به چشم سر و شرح حال راویاش ببینن تا بفهمن که نه در کتاب در کتب سنن احادیثی هست که هم ضعیف است و حسن است و صحیح هم داره. دیگه این یک قصه خود ما، یک سرگذشت خود ما بود در ارتباط. واقعا همو شخص یعنی بسیار جنجال میکرد، اما تقدیرا که اون کتاب ابو داودش شرح شده بود برش نشان دادم و بستم مشکل از بین رفت، چون از کتابخانه خودش بر خودش نشان دادم. دیگه جالب بود برش. دیگه با امیدی که این ویدیو هم براتون جالب تمام شده باشه. بر کسایی که یعنی تحقیقی پیش نمیرن این دو حدیث وقدر جالب نبود، چون هر دو حدیث ضعیف است و بالاش عمل نمیشه، اما دیگه احادیث دیگه که انشاءالله میه بازو احادیث این هر حالت ما شما را شرح میکنن. در هر مورد ما در کتاب سنن ابو داود حدیث داریم. اگر مشکل داری مثلا چی رقم جنازه تا دفن کنی، چی رقم مثلا عروسی تا بکنی، مثلا چی رقم نماز تا بخوانی، چی رقم وضو بگیری، چی رقم مثلا این کتاب طهارت ما میخوانیم، چرا که مثلا هر آن چیزی را که معاملاتت، هر آن چیزی که تو در فکرت میای در زندگیت یعنی در این کتاب است و احادیثش شرح میشه. فقط شما حوصله و صبر داشته باشین و ما را همراهی کنین و دیگران را هم تشویق کنین که چی کنن؟ به این صفحه بیان و این صفحه را چی کنن؟ فالو کنن و ویدیوهای شریک بسازن و صفحه را سبسکرایب کنن تا ویدیوهای بعدی را که ما نشر میکنیم برشان برسن.
در اینجا این مقطع را به پایان میرسانیم. تا مقطع بعدی شما را به الله سبحان می سپارم. هذا و قول قولی و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.